پاپی پلیت هم شخصیت های زیادی در بازی داره اما همچنین کلی از با بازی گم شده وجود داره که هرگز به نسخه نهایی نرسیدن از شخصیت های کاملا جدید گرفته تا از با های رد شده که آخرین لحظه از بازی حذف شدن و هر چیزی که از این قرار باشه اما امروز ما در مورد همه از با های گم شده در بازی صحبت میکنیم چرا اونا حذف شدن و برای بعضی از اونا حتی چند اشاره وجود داره که ممکنه در فصل آینده برگردن با شروع از شخصت های حذف شده فصل یک در ابتدا قرار بود مجسمه یا دکور ظاهر بشه قبل از اینکه به فصل دو منتقل بشه طبق چند طرح مفهومی فصل اول که در چند سال گذشته به اشتراک گذاشته شده میتونیم ببینیم که استاتیوس قرار بود نوع اسب با بازی مار آنتاگونیست باشه هیچ اسمی برای این شخصیت یا هیچ نوع دیگه از طرحهای مفهومی وجود نداره پس این به من میگه که این احتمالا خیلی زود در توسعه هست شده که خیلی بده چون من واقعا این طراحی و ایده رو دوست دارم پس امیدوارم در آینده اون رو برگردونم با حرکت به سمت ترسناک قضیه توسعه دندگان همچنین این طرح مفهومی رو با ما به اشتراک گذاشتن قبل از نشون دادن چیزی که شبیه چند تر اولیه از چند از با بازی عجیب نوع کوک شده به نظر میاد و چیز زیادی در مورد این تر مفهومی فاش نشده اما با قضاوت از این که این چند تر اولیه از فصل یک هستش و از با بازی سمت چپ شبیه یک نسخه اولیه از کتنب به نظر میاد فقط میتونم فرض کنم که این زمانی شونا نمیدونستن چه نوع از با بازی قرار در بازی باشن و اونا فقط هر چیزی رو امتحان میکردن و میدیدن که چی جواب میده و اینا فقط بورش نخوردن باید اضافه کنم اینا وحشتناک به نظر میرسن اما با حرکت به سمت چند شخصیت حذف شده جالبتر ما بران رو داریم دایناسور بران از نظر فنی یک شخصیت هست شده نیستش چون اون در فصل دو ظاهر میشه اگرچه هیچ کاربودی نداره و در بازی فعلا کاری انجام نمیده اما ما میدونیم که همیشه قرار نبود اینطوری باشه چون در تریلر فصل یک میتونستیم واضا ببینیم که بران قرار داشت و حرکت میکرد انگار قرار بود در بازی باشه و کاربود داشته باشه و میتونیم در چند مورد دیگه پشت صحنه ببینیم که یک مدل کامل بران برای بازی تصور و ساخته شده بود که به هیچ وجه پیاده سازی نشده بود پس شاید وقتی فصل یک قرار بود خیلی بزرگتر باشه با استاتیوس و خیلی چیزهای دیگه مثل چیزی که نشون دادیم بران قرار بود نوعی مکان در بازی داشته باشه اما به دلایلی اونا فقط تصمیم گرفتن که اون رو حذف کنن و بهش نقشی در هیچ کدوم از بازی ها ندادن به جز اینکه در اتاق از با بازی رد شده به عنوان یک مجسمه باشه بریم سراغ چند شخصیت منتشر نشده فصل دو معروف ترینشون دیزی د فلاور هستش که قرار بود یه عروسک مارینت باشه که در فصل دو به کمک ما بیاد قبل از اینکه با بانزبانی جایگزین بشه اما جالب تر اینکه با رفتن دیزی به پراجکت پلیتام وقتی بازی برای اولین بار در دسامبر 2022 منتشر شد یک پوستر میشد پیدا کرد که عروسک رد شده رو با دو گل دیگه بنش و روز نشون میداد با جمله گت این تاچ ویت نیچر این خیلی عجیبه چون خارج از این یک پوستر ما واقعا هیچ وقت این شخصیت های دیگر رو ندیدیم حتی به عنوان اسباب بازی رد شده یا در هیچ پشت صحنه این باعث میشه من حدس بزنم که با وجود اینکه تا الان به طور رسمی اونها رو جای ندیدیم ممکنه بعدا ظاهر بشن و برای فصل آینده ذخیره بشن خصوصا از اونجایی که پراجکت پلیت در گذشته اسمایل کریترز و ها قبل از اینکه به عموم فاش بشن تیزر کرده بود پس با فرض اینکه این شخصیت ها فقط یه طرح مفهومی هست شده یا یک پوستری یک بار مصرف نیستن میتونن خیلی خوب هنوز جای در بازی ظاهر بشن خصوصا از اونجایی که برخلاف دیزی اونها به عنوان اسباب بازی رد شده دیده نشدن پس ممکنه در بعضی مواقع به عنوان اسباب بازی واقعی در کارخونه تولید شده باشن علاوه بر این همراه با دیزی شخصیت های دیگه هم قرار بود در میوزیکال مموری باشن مثل نمونه دلغش، روباه، چند پرنده و چند بال آرنا که هیچ کدومشون از مرحله مفهومی خارج نشدن. پس اطلاعات زیادی در موردشون وجود نداره. تنها مورد قابل توجه شاید کلون باشه. چون در فصل سه تیزرهای وجود داشته که بازی بعدی قرار در یک پارک اتفاق بیفته. پس شاید این ایده بشه برای فصل آینده استفاده بشه. همچنین طراحی مفهومی بیشتری برای واکواگی و استاتچیز وجود داشت. مثل جولی کلام یک مرجع دیگه برای دلغش که میتونست برای فصل 4 باشه. لاو باگ و سانی بادی که الان از بازی رد شده در بازی هست. سایداگ یک سری روبات که از مرحله کانسپت بودن خارج نشد اما در فایل های فصل یه از با بازی مرموز دیگه به نام لاف داگ میشه پیدا کرد که میتونست یکی از شخصیت ها باشه قبل از اینکه حذف بشن بعد از اینکه لیلی دفراگ رو داریم یک قورباغه سبز روی اسکیت ها که قرار بود ماسکوتی برای پلیتام کو باشه چیزی که کاملا از عنوان حذف شدش ما یک منسر تراک رو داریم که احتمالا جایگزین پیج جای پاگی پیلار در استچیوز میشد به عنوان ماشین شیطانی که ما رو تعقیب میکنه و البته کسی کیوتی پیلار معروف وجود داره که مثل دیزی قرار بود در فصل دو باشه حتی این مدل کامل در تریلر داشت قبل از اینکه ناگم برای پی حذف بشه و میدونه چی من سرزنششون نمیکنم فقط به این نگاه کنید با حرکت به فصل سه و بعد از اون یکی از جالبترین شخصیت منتشر نشده ولچر هستش ما قبلا در مورد چند تر مفهومی برای پرنده در بازی صحبت کردیم که هرگز نور روز رو ندیدن اما یه شخصیت که توسعه دندگان به طور مرموزی تیزر کردن که استرگی در سال 2023 بود وقتی یک که استریپ بانزوبانی رو منتشر کردن که یه شخصیت بانزو رو نشون میداد که در حال جستجو در کاخونه برای تخما بود در حالی که همه در توییتر برای اینکه چه اتفاقی برای بانزو بیفته رأی میدادند بعد از خزیدن زیر منطقه که در فصل دو پروتوتایپ مامی لانگلیز رو کشید خودش رو با یک تخم واقعی پیدا میکنه که تصادفا اون رو میشکنه و چیزی که به نظر میاد یک جوجه والچر هستش رو فاش میکنه قبل از اینکه در یک تله بیفته و با یک رندر همراه بمیره که بانزای مرده رو با سوراخهای رو واضح نشون میده انگار چیزی داشت اون رو میخوند. احتمالا مادر این پرنده چون البته اگه تخم وجود داره باید مادرم داشته باشه حالا برای مدت طولانی مردم تئوری سازی کردند که این شخصیت در فصل 3 خواهد بود چون واقعا باحال میشد اما به دلایلی اونا هرگز دوباره در مورد صحبت نکردن و شخصیت در هیچ جایی ظاهر نشده پس ممکنه در فصل آینده برگرده یا این فقط میتونه یه استریگ ویژه بوده باشه که حتی اصلی هم نبوده و اونا فقط در مدت زمان طولانی گم شدن نمیدونم اما با حرکت به سمت اسمایلین کریترز ظاهرا دهها تر مفهومی برای اینکه بازیگران اسمایلین کریترز چی قرار باشن وجود داشت ما میدونیم که قرار بوده یه روبا و یه پونی در ترکیب اصلی به جای هاپی هاپ و کرافتی کورن باشد طبق چیزی که یکی از توسعه دندگان بعد از انتشار فصل 3 در پادکست گفتش در نهایت این به گربه سگ مرغ فیل پونی خرس خوک تبدیل شد قبل از اینکه دوباره تغییر کنه به اونهایی که الان میشناسیم هیچ طرح مفهومی یا راهی برای دیدن این اسباب بازی و وجود نداره حداقل فعلا چون فصل سه فقط چند ماه پیش منتشر شده اما خیلی جالبه که بدونم در ابتدا قرار بود اسمالین کریترز دیگه وجود داشته باشه خارج از اونهایی که ما در اصل دریافت کردیم و صحبت از اینا شد این ما رو به شخصیت های منتشر نشده بعدی میبره اسمالین کریتز بیگر بانیز در دفترچه راهنمای پاپی تایم که تازه منتشر شده اونا در واقع فاش کردن که پلی تایم کو روی چند اسمایلین کریتز دیگه خارج از اینهایی که داریم یعنی داگدی و کردنم کار میکردن در واقع در یکی از صفحات اونا یک آزمایش روی یک بابی های بزرگتر رو لیست کردند که در نهایت شکست خورده و باعث شده از با بازی بمیره و واضحا در بازی ظاهر نشه اما جالبتر اینکه اونا همچنین به ما تایید کردن که در واقع قرار بود برای هر یک از اسمایلین کریترزها بدنهای بزرگتری وجود داشته باشه به نوعی که ما در مورد داگدی کتنب و بابی می میدونیم اما همچنین بدنهای بزرگتر پنج اسمالین کریتز دیگه هم وجود داره که ما هرگز در بازی زنده یا مرده اونها رو نمیبینیم ما میشنویم که داده در سخنرانیش میگه که اون آخرین اسمالین کریتز بود و بقیه اونها توسط کتنب به عنوان هرتیکس شناخته شدن که این به خوبی توضیح میده که کجا رفتن اما ما همچنین در بروش های مقوایی بسیار معموز شنیدیم که از بازی مثل کیکن چیکن ممکنه سعی داشتن از پلیکر فرار کنن <applause> با قضاوت از صدای اون که انگار با ترس از منطقه فرام میکنه خیلی بد به نظر میاد پس شاید چند تا از اسمالین کیرتزهای های دیگه هنوز در بازی وجود دارن این یه تئوری محبوب طرف دارست و به نظر میاد برای توسعه دندگان منطقی باشه که این اسمالین کیرتز رو برگردارن با توجه به اینکه چقدر برای فنفیر و مرش محبوب بودن اگرچه ما هنوز منتظر بازگشت هاگی هستیم پس باید صبر کنیم و ببینیم خب رفقا ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید اگر از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید کامنت انگلیسی بذارید صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی روز و شب خوبی داشته باشید